خب مثلا با عراق یا مثلا حالا تو مثلا فرض کنید همون امارات با قطر، مثلا ترکیه با قبرس، قبرس با یونان، انگلیس با اسکاتلند، یعنی اساسا این همسایگی و مجاورت بهرا باز در ذاتش نوعی رقابت به وجود میاره. این هم منتها نکته‌ای که ما ببینیم این آیا رقابت اعتقاد داریم یا نه. خب حقیقت این خود ذات ورزش باز برمیگرده به مقوله رقابت، خودش رقابتیه و من اعتقاد دارم که خب این رقابت موجب پیشبرد و بالا رفتن کیفیت میشه. این در هر حوزه‌ای هست، شما در حوزه شما الان مثلا ما الان در حوزه فناوری که الان در حقیقت وارد شدیم، خب تو این رقابت شما الان ببینید به کجا ما دست پیدا کردیم. تو حوزه پزشکی، حتی تو حوزه تجارت، در حقیقت شکوفایی تجاری رو با رقابت تجاری یکسان میکنن تا اینکه مونوپولی در حساب بودنه. حالا من بحث اگه بخوام فوتبالیش بکنم، بله فوتبالیش بکنم، شما اگه دقت کنید بزرگترین و موفق ترین تیم های فوتبال جهان اونهایی هستن که یه رقیب جدی دارن و معمولا یا در شهر خودشون یا در منطقه خودشون. مثلا شما مثلا اینتر و میلان ببینید، یعنی قهرمانی های موازی، یوونتوس و تورینو، مثلا لیورپول، اورتون، دو تا منچستر، سیتی و یونایتد. و اتفاقا تیم هایی که در تک تیم این شهرها و مناطقی که تک تیم هستن معمولا، حالا نه همیشه، معمولا ناموفقن. برای مثال مثلا در انگلیس تیم نیوکاسل یا لیدز، اینا در شهر نیوکاسل یه تیم وجود داره، در لیدز هم یه دونه، ولی شما میبینید به دلیل عدم وجود رقابت اینا از مثلا منچستر عقب افتادن. یا مثلا در اون دوران اوج و شکوفایی نمیرسن در حقیقت. ولی حالا شما مثلا در مورد مادرید، شما وقتی رئال مادرید دارید میبینید که اتلتیکو مادرید هم دارید، اگه بارسلونا رو دارید میبینید اسپانیول هم دارید، اگر در آرژانتین بوکا جونیورز دارید، ایندیپندنت هم دارید، کشورهای همسایه همین ترکیه بهترین مثاله، یعنی اینوره به اصطلاح بوسفور، شما فنرباخچه رو دارین در بخش آسیایی، در بخش اروپایی، درست اونوره آب مثلا به شکتاش و گالاتاسرای، و اینها کیفیت رو بالا میبره. من الان میدونم این در حقیقت این پرسه، ما با یه چالش روبرو شدیم، یه چالش در حقیقت فرهنگی هست، یه چالش اخلاقی هست و حتی اجرایی بر حسب آنچه که در بازی هفته پیش داماش و ملوان گذشت. ولی من اساساً الان ظهور دوباره فوتبال رشت و که به صورت تبلور شده داماش میبینم برابر ملوان، من اینو اساساً فرخنده میبینم. یعنی فکر میکنم که اگر این مهندسی آسیب شناسیش درست انجام میشه، به یک بستر مناسب بیفته، این منجر به ارتقای کیفیت هر دو تا تیم خواهد شد و به ارتقای کیفیت فوتبال در استان گیلان که ما میدونیم پتانسیلش چقدر هست و چقدر بالا. بله، به هر حال استان گیلان پیشینه خیلی بالایی داره توی فوتبال و همواره این رقابت از گذشته، از دیرباز وجود داشته. اما اینکه این رقابته که بسیار خوبم به قول شما هستش و بسیار میتونه کمک بکنه به پیشرفت هر دو تیم، اینکه بیاد به یه جایی به ناهنجاری برسه و یک شکاف فرهنگی رو رقم بزنه، چه چیزایی باعث میشه این اتفاقا بیفته؟ ببینید، اولا خب آنچه که میفرمایید نیاز به یه مطالعه خیلی گسترده داره. درست. یعنی تو حوزه منطقه‌ای بیایم ریشه ها رو در بیاریم، ولی الان ما بپذیریم که چنین رقابتی وجود داره. آنچه که الان در واقع تاریخ فوتبال ایران اگر مقایسه کنیم، میتونیم بگیم یک حفره و یک شکافی بود بین، در واقع یه جوری ما با غیبت فوتبال در رشت مواجه بودیم تا این دوره طولانی. من موقعی که مثلا دهه 50 که من جوون بودم، ما یادم ما تیم سپیدروده مثلا رشت رو داشتیم. درست. ما در واقع یک قطب فوتبال قلمداد می‌کردیم، منتها در یک دوره طولانی فوتبال رشت در سایه حالا فعالیت‌های دیگه استان به حاشیه کشیده میشه، ولی تیم ملوان به در حقیقت به حیاتش ادامه میده با همون روندی که به اصطلاح در حقیقت شکوفایی فوتبال ملوان در دهه 50 و درخششش بی حد و حصرش در جام تخت جمشید و این ادامهش. ولی حالا در حقیقت ما دوباره با ظهور در حقیقت قطب دیگه در فوتبال رشت روبرو هستیم و تصور میکنم شاید مهمترین چالش، من مشکل رو در مسائل اجرایی بیشتر میدونم. من فکر میکنم که وقتی که ما مسابقات رو با مشکلات اجرایی، یعنی ما تو حوزه اینطوری به شما میگم، در حوزه سخت افزاری ما مشکلات عدیده ای داریم، نه فقط در استان گیلان، ما الان در همین در استادیوم آزادی هم که به عنوان بالاترین استاندارد ظاهرا استادیومو داره، ولی شما میدونید تماشاگرا همیشه کلافه هستن در اون استادیوم. حالا میتونیم راجعش صحبت کنیم. من فکر میکنم که اگر مقوله میزبانی روشن بشه برای هر کدوم از دو تیم و استاندارد استادیوم ها بالا بره و از اون مهمتر باشگاه ها نقش جدیتر و اجرایی تری در برگزاری مسابقات بگیرن، ما میتونیم این چالش ها رو کمتر بکنیم. بله، حالا ما یه نظرسنجی گذاشتیم
6 تا گزینه هم هست. اگه شما شرکت می‌کردید الان پرمک می‌فرستادید کدوم گزینه رای می‌دید؟ من اینا یه مجموعه می‌دونم. ببینید بذارید تو شما از واژه فرهنگ استفاده کردید. اصلا تعریف فرهنگ چی هست؟ فرهنگ تعریف فرهنگ به شکل ساده‌اش فرهنگ عبارت است از مجموعه پیچیده‌ای از آداب، سنن، رسوم، اعتقادات، هنرها، اخلاقیات و قوانین درست. که فرد و افراد جامعه رو در بر میگیره. دقت کنید، فرد و افراد یک جامعه رو در بر میگیره. یعنی ما نمیتونیم اون تماشاگر رو که الان حالا بیشترین تعداد دوستان دادن جدا از سایر موارد ببینیم. یعنی الان یه نفر که توی رشت و انزلی زندگی میکنه یک عنصر به هم پیوسته ای که از یک سو به خانوادهش برمیگرده، به شیوه معیشتی خانواده برمیگرده و از اون بر به شهر برمیگرده و بعد به کشورش و مسائلی که در کشور. یعنی نمیتونی، من اینو یک رشته تسبیح میدونم، اون فردی که میره روی سکوها میشینه نمیتونه دور از رسانه ها، اون فرد اطلاعاتی از رسانه ها گرفته، بنابراین نقش رسانه ها برجسته میشه. حالا وقتی که در مورد اجرای مسابقه، این فردی که میره روی سکوها میشینه، این استادیوم چه چیزی، این استادیوم به کی تعلق داره؟ اونجاست نقش باشگاه یا برگزار کنندگان، که حالا در حقیقت ما برگزار کنندگان، ما الان نمیدونیم یک بازی رو کی برگزار میکنه. من در حقیقت جای خلایی که در این سوال شما میبینم به این شکل است که ببینید در ایران، یعنی بازی های ما به این شکله که میگن الان ملوان میزبانه، ولی میبینیم که استادیوم متعلق مثلا به تربیت بدنیه، بلیت فروشی رو سازمان لیگ انجام میده، انتظامات دست یه ارگان دیگه، ولی مثلا ملوان یا داماش این جریمه هم تازه باشگاه میشه. این دقیقاً این موردی بود که من در مورد پرسپولیس استقلال، یعنی میدونید باشگاه باید ابزار رو در اختیارش قرار داد و بعد هم مسئولش کرد. این اون چیه که در کشورهای توسعه یافته فوتبال وجود داره. یعنی مثلا حتی در همین کشور همسایه‌مون ترکیه، مثلا فرض کنید گالاتاسرای، استادیوم متعلق به خودشه، بلیت فروشی متعلق به خودشه، میدونه کدوم جایگاهو به کدوم گروه از طرفدارا داده. بنابراین اگر کسی در میدان چیزی پرتاب کنه و اتفاق بیفته، باز هم باشگاه در تعامل با طرفدار مثلا با طرف. خیلی خوب، اتفاقا این نکته، من دو تا نکته اول باید بگم. یادتون که بابت اون بخشی که ما قرعه کشی انجام دادیم برای اولین بار در شبکه باران به شکل تاچ قرعه کشی انجام شد، نرم افزار اون رو آقای محمد پسندیده، یکی از جوانای خوب و خوش ذوق و با دانش گیلانی نوشتن و هدیه کردن به برنامه سکو و هیچ مبلغی اصلا بابتش دریافت نکردن. تشکر میکنم از این عزیز. دومی که در مورد استادیوم گالاتاسارای هم گزارش رو ما تهیه کردیم از شهر استانبول، استادیوم گالاتاسارای، استادیوم بشکتاش و امکانات اونها در برنامه‌های هفته آینده تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب مهندس آبدینی، مدیر عامل محترم باشگاه داماش گیلان. آقای آبدینی سلام، شبتون بخیر. من خدمت حضرت عالی و مهمان بسیار محترم و کارشناس محبتون عرض و سلام دارم، همچنین خدمت همه مردم شریف استان گیلان که این برنامه بسیار خوب رو دارم پی میگیرم. بزرگوارید. آیا بدینی نظر شما رو هم بگیریم، ممان یک مدیر عاملی که هم خودتون رئیس فدراسیون بودید، رئیس باشگاه مدیران باشگاه پرسپولیس بودید، سینه سوخته فوتبال کشورمون هستید، برای دیدگاه آقای دکتر صدر رو با هم دیگه شنیدیم، نظر شما چیه؟ این ناهنجاری‌ها به نظر شما علتش چیه؟ از کجا نشأت میگیره؟ اجازه بدید ما فوتبال رو به عنوان یک هنجار اول ببینیم. بله. فوتبال یک هنجار زیباست، در عرصه جهانی هم امروز خودش رو نشون داده و به رخ کشیده. اما ناهنجاری‌های زایده از این حرکت هم به چشم خوره. بله. متأسفانه بعضن وقتی می‌خوایم راجع به فوتبال صحبت بکنیم، میان با واژه‌هایی به کار می‌گیریم یا استفاده می‌کنیم که کل فوتبال زیر سوال می‌بریم. مثلا فوتبال پاک یا ناپاک. بله. یا فوتبال با مسائل خاص خودش. من یک حجمه شدیدی رو در کل سیستم دارم می‌بینم که دیربازی است که بر علیه فوتبال شروع شده. درست. حتی بعضی از رشته‌های ورزشی دیگه در رقابت خودشون با فوتبال این گونه فکر میکنن که مسائل مادی رو ببینن. استنباط من این هست که ما باید باور بکنیم هنجارهای اجتماعی ما نیاز مراقبت و حفاظت داره. بله. و اگر این هنجارها رو ریشه‌یابی بکنیم، ببینیم این بستر دیبایی که مهیا شده و پشت جوان ما در اون رشد میکنه، نمو میکنه، شکل میگیره و ما رو در عرصه‌های ورزشی به رخ جهانیان میکشه، چه آفتهایی به سراغش میاد. آفت‌ها متأسفانه زاییده فکر ما مدیرانه. این رو باید باور بکنیم. در برنامه‌ریزی‌هامون با مشکل مواجه هستیم. این رو باید باور بکنیم
کار هویت سازیمون اشکال داشته. ما هویتمون رو در این شکل میدیم که به رخ مثلا شهر به کناری خودمون بکشیم، حالا فرق نمیکنه لاهیجان هست یا بندر انزلی. ما هویتمون رو باید به رخ جهانیان بکشیم و ازش دفاع بکنیم. هویت سازی با عقده سازی جداست. ما عقده های خودمون رو میاریم در زمین فوتبال و به رخ هم دیگه میکشیم. چرا و چگونه باید برگردیم به ریشه های مسائل فرهنگی خاصی که در یک منطقه به وجود اومده؟ من باور کنید که روزی که این بازی رو داشتم می‌کردم، شاید سخت‌ترین روز زندگیم بود. داشت رقم می‌خورد که ما چمون شده، چرا و چگونه هست که همشهری‌ها، هم استانی‌ها به داد هم دیگه نمی‌رسن، بلکه در مقابل هم ترخاشگرن و این گونه عقده‌گشایی می‌کنیم. یعنی چی؟ به کجا برمی؟ من در مقابل آقای غفور جهانی عرق شرم رو پیشونه میشم. خب چگونه میشه که چنین بزرگانی رو ما اون طرف در سطح فوتبال ایران داشتیم و در سطح فوتبال آسیا داشتیم، حالا هیچ نوعشن اینها رعایت نشه؟ خب بنده اذیت شدم، خیلی اذیت شدم. کله من از اون تعداد تماشاچی عظیم نیست که همه بازی ها میان و ما رو حمایت میکنن. گله من از دوستان اندکی هست که میان جذب بسیار خوب ما رو در آزادی به هم میریزن، یا در اندلی به هم میریزن، یا در استادیوم آزادی. اینا کسانی هستن که نافرجامی های اجتماعیشون میان اونجا جواب بگیرن. ما که نمیشه فقط بگیم که هویت آبی و قرمز و زرد داریم. ما هویت ایرانی داریم، هویت اسلامی داریم، هویت شرف الدین داریم، اخلاق داریم. اینها یهو چگونه همش فراموش میشه؟ پس برگردیم به این که همه ما مشکل ساز هستیم در چیزهایی که به وجود میاد. گردن هم دیگه نندازیم، تمام باید پاسخگو باشیم، باید بشه دور هم راه هم پیدا کنیم. من اعتقاد دارم که باید از همدیگه عذرخواهی کنیم با شجاعت و نترسیم از این که قصور و تقصیر رو به گردن بکنیم. واقعا چه اشکالی داره؟ باور کنیم ایراد داره کارمون، و اگر باور نکنیم و شلاق انتقاد رو به جان نخریم، هیچ کم از دارمون حل نخواهد. سپاسگزارم از شما یابدیدیم. معید و موفق. آرزو سلامتی داریم براتون. امیدوار هستیم برای با این دیدگاه و دغدغه‌های فرهنگی که شما دارید به هر حال اتفاقات خوبی هم بیفته و با برنامه‌ریزی که الان تو استان هم این دو هفته گذشته واقعا اتفاقات خوبی افتاد. الان ما همون رو با صد بررسی خواهیم کرد که چرا این اتفاقات خوب منجر به یک اتفاق بهتر در استادیوم‌ها نشد. تشکر می‌کنم. امیدوارم این روند در باشگاه شما ادامه داشته باشه. متشکرم از شما. موفق باشید. آقای صد در دو هفته گذشته می‌تونم یه نکته آقای مهندس به نکته ظریف اشاره کردن. ببین الان توی به اصطلاح چند ماه اخیر و خصوصا چند هفته اخیر پس از توفیق ورزشکار